سلام بچه ها، چطوری؟ به کانال من خوش اومدید. من ونوسم و این اولین ویدیو من که ریاکشنه، اولین ویدیو ریاکشن منه. یه دو دیگه درست کرده بودم، دیدم خیلی بد شد، ادیتش مخصوصا پاک کردم و این در واقع اولین ریاکشن ویدیو من توی کانالمه. بزن بریم ببینیم تو اینستاگرام و اکسپلور چه خبره. آی خدا، گربه خیلی خوبن. من گربه خیلی دوست. وای ننه، بعد فکر کنم انقدر کوچولو بود که تو کیفش جا کرده بود. اونا مثلا هیچ تقلایی نمیکرد، واسه خودشون کیف موند. بریم بعدی. این ویدیو پرنک میگم بهش، میترسونن دوستاشونو. وای من انقدر دلم میخواد یه سری دوست اینجوری داشته باشم که بترسونیم هم دیگه، هر بلایی سر هم دیگه در میاریم. هی چیخ میزنن دیگه، اکسل هم الان بعد هر سنی هم هستن. بزن امتیاز بدیم بریم کدومشون باید هم ترسید. کم ترسید اما اولاش بذاری ها رو ببینیم. این از همهشون امتیازش بهتر بود، اما اولی امتیازش از همه بهتر بود. بریم بعدی. او داره با اسمشو نبر دستر انگار داره درست میکنه. داشته ورزشکاری کارا چیه؟ عادی سازی. هم پروتئینشو خورد، هم بستنشو خورد، هم داستانشو. ببین من همچون که داشتم تو اکسپلور میگشتم، هر چیزی که به نظرم باحال میومد و اینا، من چون خیلی تو اینستاگرام و کلا یوتیوب و استوری و شورت های یوتیوب و اینا خیلی میگردم، خیلی که مثلا شاید از بعضیاتون بیشتر. بعد یه دونه ویدیو دیدم که یه آقایی داره راجع به اینکه خانم‌ها سیکس پک داشته باشن یا نداشته باشن صحبت میکنه، به نظرم جالب اومد. من هیچ اطلاعاتی ندارم، میذارم خودتون نگاه بکنید. اگه کسی میدونه واقعا اطلاعات داره کامنت کنه، با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم که درسته این نیست. من نمیدونم. خب میگه که برای یه زن خوبه که سیکس پک داشته باشه. Hey Dad. Yep. Is it good for a woman to have a six pack? No. You want me to keep going? Yeah. no, it's not. Instagram says it's good. But you look at most of the Instagram models with a six pack, see what happens behind the scenes, and they're not hormonally, they're not doing very well. So here's the thing, women need a higher body fat percentage than men. Well, what happens when a woman has very low body fat percentage? Well, they're going to be really strong. من میتونم اینو بفهمم، یعنی برام قابل قبوله. نمیتونم بگم هر کسی رو دیدم، ولی مثلا تو ذهنم چند نفر میان که خیلی بدون چربیان، حالا مدل طور هیکلشون مثلا شیکم و این هستن ندارن. آره من به نظرم آدم های مستربی هستن. حتی یه سری مریضی هم دارن میگیرم در کنار استرابشون. حالا بریم ببینیم. Suffer with hormone issues, low progesterone. They also may have very, very low estradiol as well, because body fat actually helps to support your hormone levels. Low body fat, low hormones, you're not going to feel very well. So definitely no when it comes to a six pack. چربی بدن در واقع به تثبیت کردن سطوح هورمونی کمک میکنه. دکترا اگه دکتر داریم که داره میبینه نظر بده. وای این خیلی کیوت بود. ببین تنها وجه تمایل، تنها وجه تشابهشون رنگ پوستشون. وای چی میگن اینا؟ چی هست اصلا؟
ببین فقط اونجاش که میگه همه چیپس ها رو خودش خورده. خیلی خوب بود. اینا چی هست؟ بعد فکر کنم مرده، چرا بهش پول میدن؟ به خاطر همین ظاهر عجیب غریبشه؟ بعدی او معاملگی اونا برشایی میکنه دمشکر معاملگی ما. به نظر من آدم توی دوره حاملگی ورزش بکنه، تنفس داشته باشه، مثلا پیاده روی بکنه، همه کارهایی که قبلا میکرده رو انجام بده و مراقبت بکنه، خیلی حاملگی بهتری داره. ولی من اصلا واجد شرید نیستم که نظر بدم، من اینکه حاملگی نداشتم. او اول فرز قیافاشو چقدر قصه داشت، خسته بود خیلی. بعد فکر کنم باو سختی بچه دارشی، بچه به دنیا بیاری، بعد یه بابا داشته باشه که نه 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 اون مجنون آمینی بچه افتاد. حالا اینجا رو نگاه بچه، این رونالدو گل زد. چجوری بچه هر شدش کردم؟ بچه ها فقط بسپاریم به بابا هاشون. اوه یه مرد جذاب داریم اینجا. درمندشم داره بود. فقط سوتیانش عالیه، کورست دیگه اون سوتیانی. خیلی خوب یه دیگه ببینیمش، خیلی مامازم. خیلی خوب. یه ویدیو دیدم توی اینستاگرام چند وقت پیش، ایرانی بود، پسر میگفتش که دختری که روناش بزرگه، توپل بزرگه، ولی بالا تنش لاغره و کوچیکه، اون کیس ازدواجه، اونو از دست نده. بعد من امروز اینو دیدم، داشتم سلکت میکردم، گفتم که شما ببینید رو تک خوری کنم، با هم دیگه تک خوری کنم، با هم دیگه بخوریم. به 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 به، ولی یه ذره مصنوعیه، یه ذره عجیب غریبه، من احساس میکنم ادیت شده. دیدی مثلا یه نفر میاد نصیحتت میکنه، بعد اینجوری مثلا نگاش میکنی، بعد بدتر از اون اینه که طرف اصلا تو جایگاه نصیحت کردن نیست، یا مثلا حالا تو قبولش نداری، بعد داره نصیحتت میکنه، تو هم حالا نمیخوای دیس کنی، کاسه کوسش رو یکی کنی، اینجوری این قیافته، بعد ولی تو مغزت داره چی میگذره. اینجا رو نگاه. دندون ها شدیدی سردم داری مرد آشنگی. بعدی، خب ما اینجا یک نصیحت داریم از یک بزرگوار که میخواد به همون نصیحت کنه. حالا این ببین مثل اون نصیحت قبلی است یا نظر بدین دیگه، تو کامنت ها بگین به این که باش موافقی یا مخالف. که گفتین کدام جاندار است که نه خودش به جفتش توجه میکنه، نه اجازه میده هیچ جاندار دیگه ای به جفتش توجه بکنه. علامت سوال چی؟ خرس؟ گراز؟ گریزلی؟ نه مرد ایرانی. ببین واقعا من به عنوان یه دختر، راست میگه، خیلی از مرد ایرانی اینجوری هستند، زیادشون اینجوری. بعد این مامانا اضافه میکنن به بچهشون هرچی برسن بهتر، بابا اون بچه رو لوس میکنین، بعد میاد در ما دخترها رو سرویس میکنه. نکنید این کارو. ما اینجا یک نصیحت داریم از یه خانم خیلی خوشگله. ببین اینو قبول میکنه یا اون قبلی رو. بچه تا یادم نرفته ممنون میشم که کانال منو ساب بکنید که ممبرام بره بالا و بتونم مانیتایز بشم. اگر که فکر میکنید ویدیو هم با حال واسه دوستاتون هم بفرستید، کامنت هم بذارید، لایک هم بکنید، کامنت انگلیسی بذارید، بعد لایک ها رو وسط ویدیو بزنید، یوتیوب خوشش میاد، بیشتر تعبیر میگیره. مرسی.
اگه قراره اون دنیا به ما مشروب بدن، خب از همین الان مشروب بخورم عادت کنم زشت ما برم جلو امام محمد باقر. یه وقتی تگره میگه زشته بریم جلو محمد امام محمد باقر تگری بزنیم. وای این عالی بود. بکن داره از الان تمرین میکنه که بره اونجا جلو امام محمد باقر تگری نزه. من اینوی که جمع کردم خودم خیلی خندم گرفت. حالا امیدوارم که جام خوشتون اومده باشه. بریم بعدی. از حق نگذریم قشنگ خودشه. خلبانا موقعی که دیدی اینجوری تیک آف میگن دیگه، تیک آف میکنن، خلبان میاد صحبت میکنه. خوبش داد. قشنگ خودشه. شکم نمیفهمه. فقط مهماندارا میفهمن اونا، من که زبان و خلبان و بلدن. بریم بعدیم. ببین این دختره من جدیدن خیلی میبینم داره ویدیوهاش وایرال میشه. خیلی بونمکه. من به نظرم بامزه است. نیک بود. نمیدونم پیج خودشه یا نه. احتمالا پیج خودشه چون 73,000 تا لایک گرفته. بامزه است. حالا شما هم نگاه کنید. یعنی اون پرنس هری چیچی انگلستان بود یک مملکت رو به خاطر زنش ول کرد، اون وقت آقا پسر ایرانی نمیتونه یک ان خانم رو به خاطر استحکام رابطه‌اش حداقل به خاطر استحکام رابطه‌ات نمیتونی اون فالو کنی. اوه انتظار پایان خوشم دارم. گی به دل پستت پستت هم غریب موسته باشی بهتره. اون اصلا به پایان خوش فکر نمیکنن. والا شما نظرتون چیه؟ آدمی که خیانت میکنه اصلا به پایانش هم فکر میکنه یا همین فقط جل پاشو داره نگاه میکنه؟ هورموناشو گرفته دستش، این هورمونا نظر میدن هرچی میگم که بله چشم قربان چشم چی بکنه. آها حالا همون کارو میکنه. این یه ذره بی‌تربیتیه ببخشید دیگه، ولی خیلی خنده‌دار بود. واقعا میرین کاندوم میخرین با طعم قهوه؟ بعد من نمیدونستم اصلا این داستان با طعم قهوه هم داره. داره؟ یا این داره جوک بسازه؟ حتما تهشم با موتیویاتش فال میگیری یا؟ ببین تهش که شد من مردم. اخه من ادمین اینا ندارم که اون برای من سلکت بکنه بعد من بیام اینجا خودم دفعه اول ببینم. من خودم باید سلکت بکنم با گوشیم، سلکت کنم، بعد سلکت بکنم، بعد بیام بریزم رو لپتاپ، بعد دونه دونه اینا رو نگاه کنم. خب قاعدتا میبینم یه بار دیگه. بعد اینه که خنده اول ریاکشن اولم و قبلا رفتم، ولی این خیلی بامزه بود. من قسمت فال گرفتنش خیلی خندم گرفت. ببین یه چیزی، این خیلی بامزه است. مامانه به بچهش گفته که بیا انگشت منو بگیر، من دلم درد میکنه میخوام بگوزم. بس فقط واکنش بچه ها رو نگاه کن، قیافش رو. اینم تموم بشو نیست، همجور نیم ساعت داره میگوزه مامانه قیافه رو. وای حالی بود. این آخرین ویدیوه. بعد لحظه اول که من دیدم گفتم او عجب رفیقای با معرفتی. حالا هیچی نمیگم، خودتون تا آخرشو ببینید. این بیچاره اصلا نفهمید چی شد. با این عکس یادگارشون از همه بهتره. خیلی باحال بود. ببین من چون اولین باره که دارم ویدیو ریاکشن میگیرم، خیلی هم خودم تو یوتیوب میبینم که دخترها با سر یوتیوبر میان ویدیو ریاکشن میگیرم، من خیلی بهم خوش میگذره نگاه میکنم. همیشه چند تاشون هست که خیلی دوست دارم، آرش کمانگیر، محمد تنین تو ام تی، این دوتا الان تو ذهنم، سوگنگ، این ستار، من خیلی اینا رو دوست دارم. بعد گفتم که خب چرا که من درست نکنم، بذار باید رو ادیتم کار بکنم، ادیتش خیلی مهمه. بعد اینه که بچه ها تعدادش دستم نیست،
دفعه پیشم که درست کردم کم بود ویدیوها، به نظرم نمیدونم حالا چند دقیقه شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. میدونید که با حمایت شما منم میتونم هی انگیزه بگیرم بهتر و بهتر و بهتر بشم و خدا رو چه دیشب یه روزی از همین روزا منم بتونم یه دونه ادیتور بگیرم که ویدیوهامو ادیت بکنه، ویدیو حرفه‌ای تری باشه، چون حقیقتا من اونقدر وقت ندارم بشینم. خیلی خیلی خوشم میاد ویدیوهایی که توش هی ادیت و اینا، ولی نمیتونم اونقدر. بعد من با گوشی ادیت میکنم، نمیتونم اونقدر وقت بذارم. بعد این مثلا ادیتورها اینجوری هن که یه عالمه چیز میز دارن، استیکر و این داستانه، اینجوری میم و استیکر و موزیک و نمیدونم این چیزا، بعد من ندارم و واقعا سخته از نظر زمانی که بخوام بشینم مثلا هی یه چیز کوچولویی رو برم در بیارم. اینه که یه ذره ویدیوهای من خلاصه تر و مفید تر و ساده تره، ولی قلبم که ساده نیست الکی مثلا ما خیلی چیزی. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. I love you. حالا به از لوس بازی. من اصلا آدم لوسی نیستم، نه یعنی هستم ها، ولی معمولا مثلا تو حالت عادی منو ببینین شاید پسرا میمونم، ولی حالا دیگه از قلبم اومد دیگه. مرسی که با من همراه بودیم. خدا بز.